حکایت صبر و ثبات روندگان. چنین نقل دارم ز مردان راه، فقیران منعم گدایان شاه، که پیری به دریوزه شد بامداد، در مسجدی دید و آواز داد. یکی گفتش این خانه خلق نیست، که چیزی دهندت به شوخی مایست. بدو گفت که این خانه کیست پس، که بخشایشش نیست بر حال کس. بگفتا خموش، این چه لفظ خطاست، خداوند خانه خداوند ماست. نگه کرد و قندیل و محراب دید، به سوز از جگر نعره‌ای برکشید. که حیف است از اینجا فراتر شدن، دریغ است محروم از این در شدن. نرفتم به محرومی از هیچ کوی، چرا از در حق شوم زرد روی؟ همینجا کنم دست خواهش دراز، که دانم نگردم تهی دست باز. شنیدم که سالی مجاور نشست، چو فریاد خواهان برآورده دست. شبی پای عمرش فرو شد به گل، تپیدن گرفت از ضعیفیش دل. سحر برد شخصی چراغش به سر، رمق دید از او چون چراغ سحر. همی گفت قلقل کنان از فرح، و من دق و باب الکریم فتح. طلبکار باید صبور و حمول، که نشنیدم کیمیاگر ملول. چه زرها به خاک سیه در کنند، که باشد که روزی مسی زر کنند. زر از بهر چیزی خریدن نکوست، نخواهی خریدن به از یاد دوست. گر از دلبری دل به تنگ آیدت، دگر غمگساری به چنگ آیدت. مبر تلخ عیشی زروی ترش، به آب دگر آتشش باز کش. ولی گر به خوبی ندارد نظیر، به اندک دل آزار ترکش مگیر. توان از کسی دل بپرداختن، که دانی که بی او توان ساختن.